با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان، سعید بهبانی هستم. در این ششمین روز از ششمین ماه در سیزدهمین سال از سومین هزاره، حسب معمول روزهای پنج شنبه میریم خدمت آقای دکتر ضیاء صدر اشراف و گفتگو میکنیم با آقای صدر اشراف. البته اصولا خود آقای دکتر انقدر کلامشون شیوا و زیبا و پر معنا و نغز است که نیازی به حضور من نیست، ولی بنا به فرمایش خودشون در حقیقت امروز من این برنامه رو آغاز میکنم به خاطر شرایطی که ویژه است و وجود دارد. اجازه بده که وقت رو ضایع نکنم از طرف خودم و شما علاقمندان آقای دکتر ضیاء صدر اشراف، خدمت ایشون یک سلامی عرض بکنم. آقای دکتر، من به شما سلام میکنم. سلام عرض میکنم آقای بهبهانی گرامی. من به خدمت خانم ها و آقایان سلام میگم و امیدوارم که ایرانی داشته باشیم آزاد، برابر، انسان ها در آن و بدون تبعیض، به خصوص تبعیض بسیار باستانی مرد و زن. به هر حال امیدوارم که با همت زنان و مردان این مملکت این بگم شب تاریک به پایان برسه و پایان شب سیاه سفید باشه. یقینا امیدواریم که چنین اتفاقی بیفتد. البته این با آرزو خوبه، همیشه آرزو خوبه، دائم یک امر مثبته، ولی براش باید تقلا کرد و تلاش کرد و با کمک شما بزرگان حتما ما به این آرزوی دیرینه خود خواهیم رسید. ازم بزرگ شما، با توجه به شناختی که شما از جامعه ترکیه و تاریخ اون منطقه دارید، این شرایطی که در اونجا پیش آمده رو چجوری ارزیابی میکنیم؟ میدونیم که ظاهرا اتفاق از اونجا شروع شد که گفتش که مشروب فروشی ها ساعت 10 شب دیگه مشروب سرو نکنن، بعد نمیدونم یه ذره تم مذهبی کرده و جامعه نسبت به این آماده بود و این ماجرای پارکه بهانه بود. میخواستم اینم که شما این شرایطی که دنبال میکنین در حقیقت فهم شما چیست از شرایط؟ ممنون شما اگه توضیح بدید. بسیار تشکر میکنم آقای بهبهانی گرامی. در مورد مسئله ترکیه، خب ترکیه یک از لحاظ تاریخی آتاتورک یک پایه هایی رو به عنوان یک دیکتاتور بسیار نادر بین دیکتاتورها، دیکتاتور دوراندیش و صالح، این فرانکو، اینها استثناء بودند، دلیل قاعده. همچنان که فرانکو در وصیتش به این پادشاه اسپانیا گفتش که تمام دشمنان و مخالفان منو به اسپانیا برمیگردونی، آزادی احساب میدی، اونها دشمنان شخصی من بودن، انسانهای شریف و وطن پرستی هستن. و وقتی که اون کودتا انجام گرفت، جالب بود که احزاب چپ از وجود بقای رژیم شاهی در اسپانیا، چون شاهی که جنایت نکرده بود، شاهی که ضعف نشون نداده بود و تقصیری هم نداشت، به هر حال حمایت کردن و دموکراسی رو به صورت سلطنتی به اسپانیا برگردون. ولی در مورد ترکیه هم همین قضیه است. مثل فرانکو، آتاتورک در واقع به عنوان یک دیکتاتور صالح، ضمن این که دیکتاتور بود و به اصطلاح حرف اول و آخر رو میزد، منتها آدم دوراندیشی بود. اولا دزد نبود، یک 5500 رقم ده رو مصادره نکرده بود بدون آنکه به قول دکتر مصدق کسی چیز سند ثبت آنها را دیده باشه. و در ضمن وقتی هم مرد دیناری نداشت، اما پایه هایی رو ریخت که مملکت بسیار عقب مانده از لحاظ اقتصادی و اجتماعی اون زمان ترکیه 1923 بتونه به ترکیه امروز تبدیل بشه. اونا چی بودن؟ من اختصار میشمارم تا
برسیم به این که این دعوا سر چیه. اومد آخوند رو اهلی کرد، چون میدونست چه موجودیه و این در ارتجاع از ارتجاع خودش در هیچ صورتی دستور نمیده. و به قول نیچه در کتاب این چنین گفت زرتشت، کشیشان چاهای و آخوندها و موبدان و حاخامها و برهمنها هیچ فرق نمی کنه و لاماها چاهای عمیق را می مانند. اگر سنگی در آنها بندازید بسیار زمانهای بعد صداشو می شنوید. یعنی عمل و عکس العمل آنی نیست. و نیچه اونجا البته حکم قتل کشیشان رو صادر میکنه، میگه که وقتی با اونا درگیر شدید از کینه اونها بعد از حتی قرنها رها نمیشید، باید اونها رو نابود کنید. اگر کار به درگیری کشید حکم چیزشو میده. به هر حال این اونجا هم مثل فرانسه تنها دو کشور لائیک در دنیاست، بقیه سکولار. چرا اینجوره؟ به خاطر اینکه هم فرانسوی‌ها که یه زمان حتی پاپ در فرانسه بود، به عنوان اون زمان بزرگترین کشور کاتولیک دنیا و با تجربه دنیا، میدونستن که پاپ یعنی چی، و ترکیه هم که مرکز خلافت اسلامی بود، آتاتورک میدونست که آخوند یعنی چی. به این دلیل لائیک با سکولار فرقش اینه، در لائیسیته شما تظاهر به مذهب به صورت علنی در جامعه و تظاهر به ضد مذهب ممنوع. یعنی کشیش نمیتونه دفیله بره تو خیابون، کشیش نمیتونه با لباس آخوندی که تظاهر به مذهب و تبلیغ مذهب حرمت داره بیاد تو خیابون، پلیس میگیردش. همچنان که علائمی که بر ضد هر مذهب باشه اونا ممنوعه. بنابراین در دبیرستان ها، دبستان ها، کودکستان ها حتی آویزون کردن صلیب به گردن یا گوشواره به گوش ممنوعه. و درست به این دلیله که روسری رو فرانسه بر نمیتابه. به قول خانم الیزابت بادامتر، این یونیفرم کردن مردمه، توجه میفرمایید، و این کسانی که اینو دارن مثل خانم های بی حجاب تحمل اینها رو نمی کنن. اینا اگه قدرت دستشون باشه یا روسری یا توسریه، اینا تحمل رو ندارن. الان به همین ترکیه هم که مشروب فروشی ها و ملت رشید واقعا ترکیه وایستاد، و من یه ایمیلی هم به یکی از دوستان به من فرستاده بود، خدمتتون فرستادم، در شهرهای مختلف نشون میده از جمله کنار دریا. این اگه یعنی جلو این جانور رو نگیرند، این تا حد درندگیش پیش میره، مطمئن باشید. رشد اقتصادی یه مسئله است، آزادی و برابری مسئله دیگه است. هیچ دینی برابری رو بر نمیتابه، هیچ دینی. تمام ادیان با زرنگی کامل ادیان قبل از خودشون رو تأیید و نسخ میکنن یا خودشون رو خاتم اون تلقی میکنن، و ادیان و مذاهب بعد از خودشون رو تکفیر میکنن. زورشون هم رسیده، همه جا قتل عام کرد، جنگ های صلیبی چیز اینه، یهودی ها خود مسیح رو محکوم به اعدام کردن در همون جلو پونتیوس پیلات، اون بین یک جانی و دزد به اصطلاح گردنه براباس و مسیح، یکیشو میبخشیدن یکیشو میکشتن. همه داد زدن مسیح رو بکش، باراباس رو آزاد کردن. فیلمی هم به آنتونی کوین بازی کرده بود، البته کسانی که انجیل رو بخونن باراباس با تشدیده. ورحال اینو خواستم بگم که هیچ دینی، اسلام هم این همینه، سنی شیعه رو میکشه، شیعه
زورش برسه سنی و یا شیخی رو میکشه، بابی رو میکشه، بهایی رو میکشه. بله زور بابی هم برسه بهایی رو میکشه، بهایی هم بعدش اون یه فرقه جدیدی به عنوان کافر توش ظهور کنه، زورشون برسه اونا رو میکشن. تمام. هیچ دینی تولرانس نداره، یعنی تسامح و مدارا در هیچ دینی برای بعد از خودش وجود نداره، مگه کیل ستمکار قوی پنجه کنون به قول دکتر خانلری از نیاز است چنین زار و زبون. این نقطه وستلاجی. آتاتورک اومد بنابراین آخوند رو خواست اهلی کنه. این اولین کاری بود که چه کار کرد؟ تمام طالبیه ها رو بست، تو اونجا مغزشویی میشه، موجوداتی به قول سعدی به آدمی نتوان گفت ماند این حیوان، به جز درائع و دستار و نقش بیرونش، بگرد در همه اسباب و ملک و دولت و او که هیچ چیز نیابی حلال جز خونش. به هر حال حکم سعدیه این در واقع بگم که متاسفانه آخوندها کلن اینجورن، همه اون طالبیه ها رو بست که چنین محصولات دیگه به جامعه بیرون داده نشه. به این دلیل میگم اهلی کرد، گفت هر کس مملکت به آخوند احتیاج داره، 12 سال میخونه، 4 سال هم میره دانشکده رو میخونه، میشه 16 سال، در میاد بیرون استخدام دولت میشه، لباس آخوندی پوشیدن ممنوعه در ترکیه مثل فرانسه، میره در مسجد لباساشو عوض میکنه، نمازشو میخونه، وعظشو میکنه، و چون ختم عوض کرده دیگه اون کتابهای خرافاتی هلیت المتقین رو نمیدونم فرض بفرمایید اصول یا فروع کافی که بنا به اصول کافی قرآن محرفه، یعنی میخواد ابروشو درست کنه، زده چشمشو کور کرده، میخواد اثبات کنه که علی ابن ابی طالب بعد از پیغمبر جانشینه، گفته قرآن تحریف شده، این آیاتی هم که مربوط به علیه حذف شده. معلوم نیست وقتی حضرت علی خودش به خلافت رسید چرا این کارو نکرد. برها بگذاریم و کارخانه دروغ سازیه دیگه، دروغ از دروغ گویی بالاتره. در هر حال به اصطلاح کتاب های دیگه ای که همهشون همین رساله های عملیه رو از جمله مال خمینی رو هم بردارید بخونید، میبینید که چه اوضاعیه. یعنی یه عقل سلیم نمیتونه فقط موجوداتی که از به اصطلاح شعور انسانی اونها رو آخوند مغزشو اون ماده خاکستریشو پاک کرده، تبدیل به انسانهای مقلد، انسانهای مقلد عاجز و بدبختی کرده که در هر حال دنبالشه. و بنابراین آتاتورک اولین کاری که کرد اهلی کردن آخوند بود. برنامه است که در آینده ایران حتما باید ازش به اصطلاح الهام بگیری، یعنی طالبیه ها و اینا بسته بشه، 4 سال برن، 16 سال درس بخونن برن. خب ایران هم احتمالاً بعد از این تجربه خونبار و غارت لایق خواهد شد نه سکولار. دومین چیزی که در مورد به اصطلاح آتاتورک انجام داد این بود که اومد انتخابات رو اجباری کرد، انتخاب کردن رو اجباری کرد، نه انتخاب شدن رو. انتخاب کردن اجباری وقتی میشه معنیش اینه که مردم عادت اول میرن به خاطر این و اون رأی میدن، ولی بعد میبینن که دارن سرنوشت خودشون رو تعیین میکنن. تحزب و احزاب واقعی در ترکیه متولد شد و به وجود اومد که در ایران تا به امروز ما حزب نداشتیم. یه حزب به قول دکتر علی امینی وجود داشت، اون هم حزب وابسته و سرسپرده توده بود. دریغ. به هر حال یه عده به قول خلیل ملکی اون ما رو انتخاب کرد، یعنی خلیل ملکی رو، نه ما او رو، ولی به هر حال رفتن و بعد دیدن که سرابی بیش نبود، اندران انبان جز لعنت نبود. بله در هر حال داستان اون وارد بحثش نمیشیم. بنابراین این احزاب هم در ترکیه پا گرفت،
بنابراین جامعه رفته رفته سیاسی شد. در ایران امروز یه عده با سیاست بازی می‌کنه، ولی به صورت نهادینه شدن تحزب و اینکه حزب کار گروهی کردن چیه، ایرانی ما، ایرانیان ما تا به امروز می‌بینید دیگه. گفت سالی که خوش است از بهارش بید، هر جا هم به رهبری یک شخصیت استثنایی یه چیزی حرکتی به وجود میاد، مثل زنده یاد دکتر مصدق، بعد تیکه میشه و پاره پاره میشه. منم منم ها که نشانه عدم درک موقعیت و موقعیت شخصی خودش، استعدادهای خودش، همه اینها را هم انسان ها در درون احزاب میتونن کارایشون و هم خودشون هم اعتمادی که دیگران دارن بشناسن. نمیشه همچنان که این منم تا حوث الیگین شده و من بگم که دیگه کسی برتر از ایکس نیست، ایگرگ نیست، برای خودش بگه. این خب هر کس گاهان دچار چنین توهماتی میشه. بنابراین این هم دومین کار بسیار بزرگی بود که به نظر من آتاتورک به عنوان یک دیکتاتور صالح در ترکیه کرد، که محصول سومی این بود که جز در جنگ کره ارتش ترکیه حق نداره در هیچ جا خارج از کشور خودش برای دیگران بجنگ. اینم یکی از کارهای بد، مبارزه با پان ترکیزم و مبارزه با پان اسلامیزم، که نطقی داره در 1928 که همون جمهوری میشه. من اونو خوندم، ترجمه به فارسی شده و میگه که پان اسلامیزم را انداختیم دنیا را، سید جمال الدین اسدآبادی برای سلطان عبدالحمید و ترور ناصرالدین شاه به خاطر اون دنیا را علیه خودمون شوروندیم. پان ترکیزم را انداختیم دنیا را علیه خودمون شوروندیم. در واقع ناسیونالیزم ترک رو پایه گذاشته. خب این حسن و عیبای خودشو داره. عیبش چیه؟ عیبش داستانه. البته آتاتورک صراحتا این مسئله رو تصریح کرده بود که کردا بایست خودمختاری اتونومی داشته باشند، ولی بعدن اونجا یک شورشی به پا شد که از رضا شاه آرارات رو گرفت برای سرکوب اون، و پس از سرکوب اون شورش دیگه این مسئله تا به امروز حل نشد. خواستم اونم بگم که با روشناندیشی این مسئله رو چیز کرده بود. بعد آدمی است که به قول معروف دیناری ندادید، حتی وقتی هم مریض شد گفتن که دکتر از خارج بیاد، گفت اهانت به اطبای خودمونه، من میمیرم و این کارو نمیکنم. در حال یک مصلحی بود که به حق یه شانسی داشت. اون شانس چی بود؟ من 21 سال 22 سال قبل یه بار رفته بودم، یکی هم سال گذشته رفتم، پسرموی اونجا دارم که استاد حقوق بین المللن و به من توضیحات نسبتا کافی در مورد اونجا چیزی که من با چشم خودم دیدم اون این بود که تمام انسان‌های دموکرات هم در مقابل خطر که از این اسلام میسم معتدل به اصطلاح داخل گیومه احساس میکنن، دموکرات خصلتی که آتاتورک نداشت، هرچند سعی میکرد پایه‌هاشو بریزه، دقیقا این دموکرات ها هم رفتن زیر پرچم آتاتورک. یعنی هم لایک ها پشت سر اونن، هم این. و متاسفانه سیاست بین المللی که هر جا دیکتاتورهای لایک رو ور میداره، جاش اخوان المسلمین رو میذاره، یا اینکه همینطور طالبان و یا در عراق هم همینطور اسلام داره تقویت میشه و رو چیز میاد. متاسفانه میخوام بگم که در ترکیه هم عملا میخوان لایسیته رو از بین ببرن و سکولار بکنن، و هم انگلستان در این مسئله شریک، هم ایالات متحده. و من از این نظر متاسفم و خوشحالم که فرزندان خود من در فرانسه تحصیل کردن و انسانهای در مدارسی که لایک بار اومدن، نه و با احترام به تمام اعتقادات و مذاهب، ولی به قول معروف
این طاقت تحمل منطق مخالف رو داشتن، اینکه آدم بشنوه ببینم دلایلش چیه، ولتر هم بخونه. فرض بفرمایید که کتاب سنت آگوستین هم بخونه و بعد عقل خودش رو کار بندازه ببینه که کدومشون چی میخوام بگن. برای امروز، برای زندگی انسانی چی میخواد بگه؟ مسئله من آیا در بیرون اومدن موی سره یا موی بازوان دست مرده، یا اینکه عدم وجود دموکراسی در کشور؟ برمیگردم به اصل موضوع که سوالتون بود. این ببینید الان اینها، من یادمه یه بارم به نظرم در تلویزیون میهن گفتم روز قبل از انتخابات اینها رئیس فرمانده کل ناتو رفت به ترکیه یک شب قبل. گفتم برای چی اومدی در همون فرودگاه عادی به جای فرودگاه نظامی؟ گفت اومدم تبریک بگم پیروزی اینها رو. هنوز انتخابات صورت نگرفته بود. در واقع به آرتش اعلان چیزی بود، پرولی بود که بشینید سر جا. و چون طبق قانون اساسی ترکیه آرتش حق داشت که هر جا احساس کنه که قانون اساسی در خطره چیز کنه، و اینا دارن قدم به قدم به سمت سکولار میبرن ترکیه رو. ولی ترکیه فکر نمی کنم که جامعه‌ای که به آزادی عادت کرده، اینجا اگر مشروب فروشی اول ساعت 10 شب باشه بعد درشو میبندن، مطمئن باشید. و این همون جوری که مانع نماز شدن یک انسان یک امر ضد دموکراسی، ضد آزادیه، عیناً مانع مشروب خوردن یک انسان هم ضد آزادی. خود من اصلا طبیعتم مشروب رو قبول نمی کنه، دوست ندارم، اما چیز مضری هم هست کلن از نظر پزشکی، مگر کسی بتونه اندازش رو نگه داره. یک شراب مثلا بعد از غذا بخوره ظهر، اونم براش بعد از مخصوصا سنی بگذره دواست هستن، چون الکل تولید نمیشه دیگه در معده از این نظر. ولی واقعیت اینه که اصلا دوستشم ندارم، این مواد دخانیات و غیره، ولی واقعیت اینه که حق ندارم، دولت حق نداره آزادی رو در جامعه و از بین ببره، تبعیض رو تبلیغ کنه، یعنی برابری رو از بین ببره. بفرمایید آقای بهبهان. بله، تشکر میکنم. بنابراین من فکر میکنم که ترکیه به این راحتی این آقایون نخواهند تونست 4000 مسجد رو در دنیا که ترکا ساخته بودن تعمیر کردن. توجه میکنید رقم چیه؟ یعنی بودجه ترکیه اینقدرش هم رفته بیرون، این غیر مستقیم کمکی که البته رشد اقتصادی به زمان هیتلر هم مردم آزادی نداشتن. الان در چین بردهداری واقعا عمومیه، به قول پروفسوری که ما شاگردش بودیم گفتش که اسکلاواژیسم جنرالیزه، سیستم کمونیستی رو میگفت بردهداری همگانیه، سیستم سرمایه‌داریه، زیرا وقتی ارزش اضافی تولید میشه اصلا مهم نیست که اون ارزش اضافی رو حزب کمونیست انحصار طلب به عنوان سرمایه‌دار دولتی به قول لنین به درستی کنترل میکنه یا اینکه سرمایه‌دار شخصی. بله، اونجا میشه شکایتی کرد، میشه احزاب مخالف کاری بکنن یه ذره تعدیل بشه و از ترس اینکه مردم رأی ندن. اینجا اون نیست، این سیستمی که حزب توده دستش درد نکنه، یکی از خدمات بزرگش همین فرم دادن جمهوری اسلامی به شکل یک حزب کمونیسته. توجه میفرمایید، عیناً کسی نمیتونست در اصلا، اونا انتخاب میکردن مردم رأی میدادن به نام پرولتاریای جهان و کسی هم برنامه ریزی میکردن میرفت پایین، نه که برنامه ریزی از پایین بیاد بالا. اینها رو اون استاد ما پروفسور گودولیه به خوبی تشریح کرد. در چین الان وحشتناکتر از شورویه،
حالا در دوره استالین یه مقدار اون روحیه سوسیالیستی وجود داشت، میدونم سقف ها نسبتا بلند بود که اکسیژن کافی داشته باشن، بعدها رفته رفته اون سقف ها هم اومد پایین و برای اینکه بهره کشی بیشتری انجام بگیره. بله، بنابراین من فکر میکنم که در این سیستم ایران هم عین منطقه خیلی سواجشه، کپیتالیسم سواج یعنی سرمایه‌داری وحشیه به معنای واقعی کلمه، و متاسفم که در چیز در ترکیه هم فکر میکنم که این رشد اقتصادی، منظورم این بود، هیتلر زمان 1933 تا 39 آلمان بالاترین رشد اقتصادی رو داشته. بله ببخشید، شاید شما باشید. نه، بعد آلمان بالاترین رشد اقتصادی رو داشت و کتاب پل ساملسون که اولین جایزه اقتصاد رم آمریکایی بود برد، جلد اول و دومش پیرنیا ترجمه کرد، در جلد دوم آخرش منحنی های رشد رو کشیده، مال آلمان با هیچ جا قابل مقایسه نبود. در عرض 1933 تا 39 به اون رشد فوق العاده رسید، منتها خب آلمان یک شرایط دیگه ای داشت از نظر اون موقع انکشاف سرمایه‌داری جهانی بعد از جنگ، که رشد به اصطلاح موزون میتونست داشته باشه. در چین اینجوری نیست، یک دلار در روز 8 ساعت و اونجا بعضیا خودکشی میکنن. به هر حال بگذاریم، و هیچ جا طبعا وقتی شما سیستم بردهداری دارید پولی نمیدید، هیچ جا نمیتونه با به اصطلاح کالای ارزان تمام شده شما رقابت بکنه. معجزه اتفاق نمیفته در اقتصاد، اصلا معجزه اتفاق نمیفته، فاجعه اتفاق میفته. انسان ندونه بگه اقتصاد مال خره، و آقای احمدی نژاد هم افتخار بکنه که من اصلا از اقتصاد چیزی سرم نمیشه، مبارکه باشه برای مملکتی که به اینها رأی میدن، میره رأی میده بدون اینکه بخونه خمینی در ولایت فقیهش چی نوشته. مردم و ملت ما هم معصوم نیستیم، منم توشون، من رأی ندادم، ولی در هر حال در اون انقلابی که شاه داشت میافتاد منم شرکت داشتم به عنوان یک انسان و متنفر از دیکتاتور. منتها من به محض اینکه این صدای خمینی به اون صورت، بعد من اینجا بودم، پاریس بودم، مستقر شد، مخالفتم هم علنا در جلسه ای که برای رفراندوم گذاشته شده بود کردم که کسانی، آیا کسی کتاب آقای خمینی رو خونده؟ یک نفر نخون. تو اون سالونی که مزون کانادا بود در سیتی یونیورسیته پاریس، گفتم که میگه که صغار و مجانین رابطه ولی فقیه با ملت، اصلا ملت رو نمیفهمه، که خواهرزاده آقای بنی صدر که اون موقع مدافع بود بلند شد و دفاع کنه، چون قش داشت افتاد، جلسه تعطیل شد، ایشون هم یادشون، و حزب اللهی های اون موقع داشتن نعره می کشیدن علیه من. به هر حال حق نشاید گفت الا آشکار. من فکر می کنم که الان هم همینطوره، ما در ترکیه در حال، من فکر نمی کنم اونجوری پیش بره به این راحتی، هرچند میتونن دست به جنایات بزرگ بزنن. البته فکر نمی کنم اون ایمیلی که فرستادم هی ترجمه انگلیسی شد به ترکی، میگفت enough بس کنید بس کنید، پلیس هم دیگه نمیتونستن چیزش بکنن چون عکاسا داشتن ازش عکس برمی داشتن. به هر حال اونجا یک کار مهم آتاتورک که تا به امروز دموکراسی ترکیه مرهون و مدیون اونه، من این رو از یک دیپلمات ایرانی خوندم در روزگار نو، مقاله نوشت نصیحتی که رضا شاه از آتاتورک نپذیرفت. نوشته بود که من کاردار سفارت بودم، شایدم تکرار باشه ولی میارزه، اونجا نشسته بودم، دیدم یه میز خالیه، یه پیرمردی نشسته، رفتم نشستم سر میزش،
یه ذره که سلام علیک کردیم، برگشت گفت کجایی هستی؟ گفتم که ایرانی. گفت خیلی خوشحالم از دیدنت، میدونی که من وزیر خارجه بودم زمان آتاتورک، در کامینش بودم، در وقتی رضاشاه اومده بود اونجا. یک روزی روزنامه ای رو آوردن، آتاتورک بلند خوند، چون رضاشاه هم ترکی رو خوب، در قزاق هم بود، از پدر مادر قفقازی هم هست، خوب میفهمید و بدون آکسان هم تقریبا اونجا صحبت میکنه با آتاتورک. برگشت گفتش که این وزیر راه رو در نظر زیر نظر بگیرید، که روزنامه نوشته بود که وزیر راه یک راهی رو که برای اینکه از زمینهای پدرزنش عبور کنه مثلا 5 کیلومتر دورتر برده که اونا رونق بگیرن. بعد میگه رضا شاه برگشت گفتش که آتاتورک شما چرا اجازه میدید علیه وزرات در مجلات چیز بنویسن، مطلب بنویسن؟ کسی حق نداره علیه وزرای من یک مطلب بنویسن، چون وزیر منه، وزیر من یعنی من. میگه آتاتورک روزنامه رو بست، گو علازم شما هر نوع دیکتاتوری میخواهید را بندازید، یعنی من خودم هم یه دیکتاتورم، اما مطبوعاتو آزاد بذار، فساد اونقدر بالا میاد که خودت هم توش غرق میشی. ببینید چه بصیرت زیبایی، فساد اونقدر بالا میاد که خودت هم توش غرق میشی. بعد نوشته بود که رضا شاه که برگشت همون رویه رو ادامه. ایشون در بلغارستان سفیر بود، یه اون موقع هم به اصطلاح کاردار بوده در آنکارا. بنابراین خواستم بگم که این هم یکی از هوشمندی های استثنایی آتاتورک بود که مطبوعات در آزادن کلا، در نتیجه فساد زود رو میشه، نه اینکه هر 4 سال به 4 سال در رقابت انتخاباتی اونم سانسور شده، یه عده رقبا علیه همدیگه یه افشاگری های به اصطلاح بگم تعیین شده ای رو تا اون مرزش برن، از اون خط قرمزش هم عبور نکنن و مردم رو و به اصطلاح دوباره دست بدن. بسمونه. من واقعا میگم که امیدوارم که اینجا بدونیم که رأی از در واقع بیان شعور سیاسی ما، هیچ کدوم از این 8 کاندیدایی که در واقع منتخب شورای نگهبان است که خود اون شورای نگهبان منتخب در واقع تایید شده خامنه ایه، نه سعید جلیلی، نه غلام علی حداد‌عادل، محسن رضایی، حسن روحانی، محمد رضا عارف، محمد غرضی، محمد باقر قالیباف و علی اکبر ولایتی، معجزی از این امامزاده ها بر نخواهد. تا ولی فقیه اونجاست هیچ معجزی روی نمیده. و میدونید که این ولایت فقیه آقای خامنه ای، یعنی اصل 110 قانون اساسی در جمهوری اسلامی، چه نوع اختیاراتی رو در اختیار این یک فرد که در مقابل هیچ چیز مسئول نیست و تمام مسئولین در مقابلش مسئولن، مسئولیت دارند، قرار داده که شریعت مداری. و چون اون میدونست که معنیش چیه، آذربایجان هم که اون 3 روز شورش کرد، یک بار گفتم باز به تکرارش میارزه، شعار دادن که قانون اساسی ده اولان اصل یوزون ضد بشر، اصلاح اگر اولماسا باطل ده در اصل 110 قانون اساسی ضد بشره، اگر اصلاح نشه قانون اساسی باطل و هدر، اصل یوزون دوزل مسجا به جا بیز به رخ بو قانونا رعیلا، اگر اصل 10 قانون اساسی جا به جا درست نشه از بین نره، ما به این قانون اساسی رأی نمیدیم. و حزب توده، اکثریت، مجاهده، همه دست به دست هم در خدمت امام علیه السلام اومدن و اون نهضت رو که 3 روز رادیو تلویزیون هم آزاد شده بود سرکوب کردن. زنده یاد نزیه هم از اونجای سخنران کرد.
اختیارات ولی فقیه مقام محترم رهبری چنینه. مجلس خبرگان زیر نظرش، مجمع تشخیص مصلحت، قوه مقننه، قوه مجریه، نیروهای امنیتی، نیروهای مسلح، قوه قضاییه، ائمه جمعه، بنیادهای خیریه، سازمان صدا و سیمای ایران و شورای نگهبان، این 12 نفر، و نهادهای رهبری، دفتر رهبری که ولی فقیه به اصطلاح برای خوب به قول خودش. بنابراین من خواستم بگم که آخه یک سر فکر کنی. اینه که من میگم به صورت تاکتیکی که ما مرحلش هم تموم شد، مخالفین اینها رو به میدان بکشیم، از جمله هم رفسنجانی کشیده شده بود به هر حال، که بعد از خامنه‌ای شاید آلوده ترین شخصیت جمهوری و جانی ترین شخصیت جمهوری اسلام، بدون تر دوست ترین شخصیت جمهوری اسلام دستش برسه. میگم به گرگ گفتن میخوان تو رو چوپان بکنن، زد زیر گریه، گفتن چرا گریه میکنی، گفت میترسم دروغ در بیان، راست نباشه. و این کار رفسنجانیه. و این که ملت با این ولع رفته بودن به قول معروف از ترس عقرب به مار قاشی پناه بردن، نه آن است و نه این. راه سوم، بشینید سر خانه هاتون، این یک روز رو همه بشینن خونه هاشون، فقط حزب الله یا بیان رای بده. این یک نیروی بسیار، یعنی بزرگترین ضربه الان در دست ملت ایران، بزرگترین امتیاز دست ملت ایرانه. اگر بتونن شور برشون نده، هیچ چیز رو شما تعیین نمی‌کنید، شما رأی میدید، انتخاب نمیتونید. ننگ برای مردمانی که حق انتخاب کردن ندارن و میرن تبدیل به سیاهی لشکر ولی فقیه میشن. اونم میگه بیعت مجدد و هر بلایی سر اون ملت بیاره، خب به عنوان ولی فقیه بیعت کرده، رفته دوباره بیعت کرده. به نظرش اون اصلا رأی دادن و رأی گرفته اینا رو نمیفهمن، کدش وجود نداره در رساله های عملیه. من حرفای تلخیه، عذر میخوام، باج دادن یعنی به نظر من مردم فریبی، فریفته مردم شدنه. من حقیقت رو به قول معروف حق نشاید گفت الا آشکار، و به هر حال حق نشاید گفت الا آشکار. من اینجا دیگه تقریبا 5 دقیقه مونده، اگر آقای بهبهانی گرامی صحبتی هست بفرمایید، اگر نیست این 5 دقیقه رو من یه ترک عادت نکنم و در آخر یک رباعی از حکیم جهل ستیز آخوند ستیز ایران خیام بزرگ بخونم و صحبت رو تموم بکنم. حتما خوشحال میشیم که خیام، اصلا شما برنامه بدون خیام یه جوری کم لطفه، لطف کنید آره این خیام هم تعریف کنید، خوشحال میشیم که بشنویم. ممنونم آقای دکتر. خورشید کمند صبح بر بام افکن، کیخسرو به روز باده در جام افکن. چنین تشبیهی به نظر من کم نظیره در ادبیات فارسی، توضیح میدم به عنوان یک فیلسوف چجوری بیان میکنه. خورشید کمند صبح بر بام افکن، کیخسرو به روز باده در جام افکن. میخور که منادی سحرگه خیزان، آوازه اشربو در ایام افکن. طلوع خورشید رو میگه، میگه خورشید این انوارشو که میفرسته مثل این که کمند صبح رو میندازه روی پشت بوم ها. میبینید تشبیه رو، پشت بوم ها روشن میشه، مثل این که
صبح مثل یک کمندیه که میندازه روی سطح شهر، پشت بام‌های شهر. خورشید کمند صبح در بام افکن. کیخسرو و روز که باز همون خورشیده، باده در جام افکن. این انوار زمین رو مثل یک جامی میگیره که با نور پر میشه. کیخسرو و روز باده در جام افکن. دوستان عزیز، وقتی انسان با یک شاعری همدم بشه، رفته رفته بعضی به قول معروف بگم گفتگوی روحی با اون اشعار در انسان بیدار میشه یا پیدا میشه. می خور، بعد اینجا چیز میکنه که منادی سحرگه خیسان، یعنی خورشید باز که بلند شید و در این حال اون به اصطلاح صبوحی میکشیدن سحرگه برخیز به اصطلاح، یا اشاره ممکنه به نماز صبح باشه تلویحاً، یعنی داره با امام محمد غزالی درگیر میشه که در واقع این اذان که میدن آوازه اشربو در ایام افکنده، یعنی توش ایما داره به این معنا که هم منادی سحرگه خیزان میتونه خو آفتاب باشه که همه رو بیدار میکنه و یا مؤذنی باشه که اذان میده که بلند شید نماز بخونید. میگه که این در واقع چون جام باده رو کیخسرو روز که خورشید پر کرده، پس آوازه طلوع خورشید آوازه اشربو در ایام افکنده، چون جام پر از نوره و روزه و صبوحی باید خورد. و این در واقع ضمن به نظر من یکی از لطیفترین رباعیات خیام و باز فکر میکنم که از خود حکیم، یعنی این تفکر پیچیده و عمیق از کار راحتی نیست و از یک فیلسوف ادیب برمیاد که خیام بوده است. بسیار ممنونم آقای بهبهانی گرامی. و آقا بسیار ممنون و متشکر از شما. تا فرصتی دیگر که دوباره در هفته آینده با شما ناظرین گفتگو کنیم. ممنونم آقای دکتر، سپاسگزارم. خیام بزرگ. گفتگوی با آقای سخنان آقای دکتر ضیاء صدراشرف رو شنیدیم، امیدوارم که کمکی کرده باشد. درنگ کوتاهی میکنیم، برمیگردیم، در خدمتتون خواهیم بود. ممنونم.